این دست از نرم افزارهای مخرب و هیچ وقت روی موبایلت نصب نکن. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو میخوام راجع به نرم افزارهای مود شده بهتون بگم و چه خطراتی داره، چه جوری میشه از شما سوء استفاده بشه. قبل از اینکه برم سراغ این ویدیو، خب ما مجبوریم خیلی از وقتا از این نرم افزارها استفاده کنیم. خود منم استفاده میکنم، جاهایی که مجبورم واقعا از این اپلیکیشن رو استفاده میکنم، مثل همین اپلیکیشنی که ویدیو رو باش ادیت میزنم، چون یه سری قابلیتاشو نیاز دارم. اما هدف از این ویدیو اینه که شما یه سری نرم افزاری که زیاد نیاز حیاتی بهش ندارین و خیلی هم مهم نیست اگه به اون قابلیت و دسترسی نداشته باشین، رو بگیم که بعد از این ویدیو نصبشون نکنین اونا رو و ممکنه چه خطراتی برای شما داشته باشه که آگاه باشین نسبت بهش. یه چیزی که خیلی از افراد میگن که موبایل ما که چیزی نداره، حتی دست کسی هم بیفته برامون مهم. درسته، شاید موبایل شما چیزی نداشته باشه، اما شما به جنبه های دیگه‌اش فکر نکرد. میشه یه سری مسائل قانونی برای شما به وجود بیاد و یه سری کلاهبرداریای بشه، یه سری سوء استفاده هایی از موبایل شما بشه که جنبه های قانونی داشته باشه و شما به خاطر کاری که انجام ندادین مرتکب جرم شد. خب طبیعتاً تبعات قانونی خودشو داره. حتماً هم شنیدین شما که یه سری اپلیکیشن از سخت افزار موبایل شما استفاده میکنن برای استخراج رمز ارزا. خب این باعث چی میشه؟ باعث میشه که موبایل شما، سخت افزار موبایل شما خیلی بیشتر از اون توانش کار بکنه. حالا بستگی به انصاف اون طرف داره. و باعث بشه که گوشی شما در نهایت کند بشه، خیلی سریعتر از اون چیزی که باید کند بشه و یا به باتریش فشار بیاد و قسمت‌های دیگرش فشار بیاد. یه نکته خیلی ساده هم وجود داره، این که شما وقتی دارین از این نرم افزار استفاده میکنین، در واقع شما دارین یه کار غیرقانونی انجام میدین و از لحاظ انسانی درست نیست که یه فردی یه اپلیکیشنی رو درست کرده و درآمدش از فروختن اشتراک اون اپلیکیشنه یا یه سری قابلیت ها رو برای شما باز کنه و یه هزینه دریافت کنه. شما میان از این نرم افزار رو استفاده میکنین و طبیعتاً اونجا اون فرد هیچ پولی نمیسازه و از لحاظ انسانی هم درست نیست اگه بخوایم از این زاویه بهش نگاه کنیم. یه نکته خیلی مهم هم وجود داره که شما هم بهش برخوردین. معمولاً بعد از این که این نرم افزار رو نصب میکنین نباید آپدیت کنین، چون اگر آپدیت کنین برمیگرده به همون نسخه اصلی که اون اپلیکیشن داره و اون قابلیتایی که شما نیاز دارین فعال نیست توی اپلیکیشن. بروز شدن نرم افزار یه مزیت خیلی خوبی داره، این که یه سری حفره‌های امنیتی رو خب افراد تشخیص میدن و اونو برطرف میکنن توی آپدیت‌های بعدی. یه سری بهینه‌سازی‌ها میکنن که اون اپلیکیشن بتونه بهینه‌تر با موبایل شما کار کنه، یعنی از سخت افزار موبایل شما کمتر کار بکشه و پرفورمنس یا همون بازدهی بهتری داشته باشه این اپلیکیشن، که شما عملاً اینا رو از دست میدین وقتی که اپلیکیشن رو آپدیت نمی‌کنید. برای همینه که همیشه میگم سیستم عامل موبایلتون رو و اپلیکیشن‌هایی رو که دارین حتماً آپدیت کنید. خیلی وقتا دیدم که خیلی از افراد جدی نمیگیرن، میگن که ما یه اپلیکیشنی رو آپدیت می‌کنیم، چیز خاصی بهش اضافه نمیشه. اما خب برین توضیحاتش رو بخونین، می‌بینین که یه سری چیزای خیلی مهمی مثل همین آپدیت‌های امنیتی، حفره‌های امنیتی، مثل همین بهینه بودن اضافه میشه به اون اپلیکیشن که عملاً شاید تو ظاهر اپلیکیشن شما نبینین. و یکی از مهمترین دلیلاش این اپلیکیشن ها باعث میشه اطلاعات شما از دست بره و یا اطلاعات شما به سرقت بره و اون فرد از شما درخواست یه مبلغی رو بکنه، که اینم اینجوری میشه سوء استفاده بشه از شما. میشه اون حرکات کیبورد شما رو اون اپلیکیشن ها ذخیره کنن توی خودشون و از اونها استفاده کنن، مثل رمز کارت بانکیتون و یا چیزای دیگه. رفقا خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو با من همراه بودین. حتما شما نظرتون رو داخل بخش کامنت ها به اشتراک بذارین که ویدیو کامل تر بشه، آگاه و بروز باشین.